درود به همه دوستان عزیز امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید خب یک زمان دیگه آلمانی رو در این درس با هم دیگه یاد میگیریم ما تا الان پرفکت رو یاد گرفتیم پلوس کام پرفکت رو یاد گرفتیم حالا میرسیم به پرتغتوم خب این نمودار رو دقت کنید دوستان تصور کنید که از سمت چپ زمان گذشته است و میایم به سمت راست تا به پرزنس زمان حال میرسیم که گفتیم از پرفکت استفاده میشه یعنی جملمون رو بسی پرفکت بسازیم و استفاده کنیم موقعی که اتفاقی همین اخیرا افتاده خب همین چند وقته پیش افتاده حالا میتونه دو ثانیه قبل باشه یا میتونه یه مدت قبل باشه تو زبان گفتاری از پرفکت استفاده میکنن خب قبلا هم گفتیم تو ویدیوهای قبل که حالت پرفکت معمولا در زبان گفتاری استفاده میشه یعنی اتفاقی چند سال پیش هم افتاده باشه باز هم در زبان گفتاری یعنی زبانی که مردم حرف میزنن جمله پرفکت میسازن زمان گذشته ساده حالت پرتریتوم هستش پرتقیتوم بیشتر در زبان نوشتاری استفاده میشه دوستان البته بعضی از فعلها که ساده هستن در زبان حال هم استفاده میشن ولی اکثر اوقات تریتوم زبان شخفلیش یا نوشتاری هستش که بیشتر میشه یا توی اخبار یا توی متنای رسمی حالا اگه یک اتفاقی تو گذشته قبل از یه اتفاق دیگه ای که تو گذشته افتاده بوده افتاده باشه پلوس پرفکت میشه دوستانی که اون درس رو ندیدن توصیه میکنم که چند ویدیو آخر پلوس پرفکت و پرفکت رو مشاهده بکنید ما در ارتباط با زمان آینده هم کار کردیم یعنی بعد از پرزنس زمان آینده فوتور آینس داریم و فوتور فای همه رو درساش درساشو کار کردیم در کانال در اختیارتون هست دوستان عزیز خب حالا ببینیم چطوری استفاده میشه و چطوری پرتقیتوم ساخته میشه ایشگه سوشوله یعنی من میرم به مدرسه ایشگه سوشوله زمانش یه پرزنس دارم همین الان اتفاق میفته درسته من همین الان دارم میرم به مدرسه حالا بخوام بگم میرفتم حالت پرفکت میشه ich سوشول zur Schule gegangen ich یعنی من رفتم به مدرسه در گذشته حالا میتونه پنج دقیقه قبل باشه دیروز باشه یا هر موقع از کجا فهمیدیم پرفکته چون زاین در جایگاه دو جمله صرف شده و پارتیسیپ اومده پارتیسیپ 2 گین میشه گگنگن که نشسته در آخر جمله حالا من اگه بخوام با تقیتون بگم من رفتم به مدرسه اینجا جاییه که دوستان با شما بشینید برای هر فعل ببینید پقتقیتومش چی میشه و اونو حفظ کنید قانونی هم نداره تای کتابای درسیتون نوشته گین به معنای رفتن پقتقیتومش میشه گینگ میگید که اش گینگ سوشوله اش گینگ سوشوله یعنی شما خیلی قبلترها رفتید به مدرسه ولی معمولا این جمله رو نمیگن تو زبان گفتاری اگه بگید خنده دار میشه یعنی همه تعجب میکنه این چه مدلی داره صحبت میکنه خب حواستون باشه زام خطقیتون خیلی کم استفاده میشه در زبان گفتاری یه جورایی باب نیست و در از از زبان خطقیتون در زبان گفتاری جز بعضی استثناء که حالا بهش میرسیم معمولا استفاده نمیشه ولی حالت نوشتاری چون جمله خیلی کوتاهتر میشه به نسبت جمله بالا درسته اش سوشوله یا ایشبین سوشوله گگانگن خب اون طولانیتره پرتقیتومش میشه گینگ در جمله بعدی ترکیبی داریم از پلوس کومپرفکت و پرتقیتوم دو تا اتفاقی که دو گذشته افتادن اش وا سوشوله گگانگ از دست تلفون کلینگلته اش وا سوشوله گگانگ. از دست تلفون کلینگلته خب کلینگلت حالت پرتریتوم کلینگلن هست به معنای زنگ زدن خب قبل از اینکه تلفن زنگ بزنم من رفته بودم به مدرسه برای همین پلوس پرفکت شده چون واقعا اومده و پارتیسیپ فای که در درس پلوس پرفکت کامل به این مبحث پرداخته بودیم خب یه سری فعلا هستش که در زبان گفتاری همونطور که گفتم در حالت پرتریتومش ولی استفاده میشه یکیش واقن هست واقن حالت پرتریتوم فعل زاین هست ایش بین بای د یعنی من الان سر کارم ایش وار بای د وا خیلی استفاده میشه ایش وار دو وارست ایس وا ای اس وار وی وارن وارن خب این همون استثناءات پرتریتوم است که در زبان گفتاری خیلی استفاده میشه حالت پرفکت این جمله رو چجوری میگیم ایش بین بای د اربایت که در درس پرفکت قبلا بهش کامل پرداخته بودیم. فعل بعدی که در زبان گفتاری هم استفاده میشه، کامن هستش که پرتریتومش میشه کام. به جای که بگم ایش بن 2000 nach Deutschland gekommen, طور مثال که من به فرض سال 2000 اومدم به آلمان، میگم ایش کام 2000 nach Deutschland. میبینید این جمله کوتاه‌تر میشه، حالت پرتریتوم هستش. باید ببینید حفظ کنین دوستان باید ببینید که هر فعلی در حالت پرفکت چجوری ساخته میشه و پرتقیتومش چجوری ساخته میشه و در از پارتیسیپس اون فعل رو بایستی بدونید فعل بعدی گین هست اگینگ انسکینو درسته بالا هم داشتیم اگینگ انسکینو یعنی اون آقا رفت به سینما ولی توی گفتاری این فعل گین خیلی کمتر استفاده میشه مگر اینکه خیلی بخواید راجع به گذشته‌های دور حرف بزنید می میتونید از گینگ استفاده بکنید فعل فیندن به معنای اینه که اش فیند اتفاس اینترسانت یعنی اینکه به نظر من یه چیز خوبه خب یعنی من اینو اینجوری پیداش میکنم یا از دید من یه چیز خوبه ولی خیلی استفاده میشه ما که یک راجع به تمایی صحبت میشه یا راجع به موضوعی بحث میشه تو کلاس شما میگید که اش فند دیزس تیما زی انترسانت اینجا هم فند میگن فند خیلی فعل فیندن هستش ایش فند دیزس تیما زی انترسانت یعنی به نظر من این موضوع خیلی جالب بودش فعل بعدی که در زب در از فعل زین هستش به معنای دیدن اش هاب گزین میشه درسته حالت پرفکتش پرتریتوم زین میشه زا ایش زا آنا فو فونف یار یعنی من آنا رو پنج سال پیش دیدم میشدم بگیم ایش آنا فو فونف یارن گزین ول ای خب اونپرفکتش این پرتریتومش ای زا آنا فو فونف یارن و فعل بعدی که در زبان خطریتوم هست ولی در زبان گفتاری هم استفاده میشه فعل زاگن هست من میتونستم بگم که ایش زاگ اتفاست درسته زمان پرزنس پرفکتش میشه ایش گزاگت یعنی من گفتم ایش زاگته هم میگن ایش زاگته خطریتوم زاگن هست ایش زاگته دست افلایسک است من گفته بودم که یعنی در گذشته که اون آدم فعالیه و آدم فلایسیگیه در در از کسی که پر جنب و جوشه و فعال و اکتیور میگن فلایسیگ اکزاکته حالا به عنوان تمرین دوستان شما این جمله رو به حالت پرتقیتوم و یا پرفکت اگه دوست دارید بنویسید اشتن که دست و من فکر میکنم که تو اونجایی یا تو اونجا هستی حالا بگید من فکر میکردم که تو اونجا هستی خب یعنی واسه فعل دنکن رو ببینید که تقیتومش چی میشه و یا پرفکتش رو چه جوری میتونیم بسازیم خب یه مرور کوتاه دوباره میکنیم که اصلا این داستان چه قرار بود خب تقیتوم زمانی هستش که گذشته هست و بین پلوسکوام پرفکت و پرفکت قرار گرفته اتفاقی است که در گذشته افتاده بیشتر در زبان نوشتاری آلمانی استفاده میشه یه سری استثناء هستن که در زبان گفتاری هم از قطوم استفاده میشه ولی خب خیلی مواقع یعنی اکثر اوقات در از آلمانی زبان ها برای بیان گذشته از حالت پرفکت استفاده میکنن پرفکت رو قبلا درس داده بودیم اتفاقی است که ختم میشه به زمان حال یعنی گذشته اتفاق افتاده نزدیک به زمان حال هستش اگر یه اتفاقی در زمان دورتر از پرفکت افتاده باشه پرتریتوم استفاده میشه برای پیدا کردن پرتریتوم هیچ روش خاصی نیست شما واسه حفظ کنید ببینید که در اصل یک فعل در حالت اینفینیتیو یا مصدر که دارید اول باید ببینید پرتریتومش چی میشه و بعد پارتیسیپس فایش هم بدونید برای ساختن پرفکت و پلوس کوام پرفکت از پلوس کام پرفکت هم شما زمانی استفاده میکنید که دو تا اتفاق در گذشته افتادن که یکی قبل از اون یکی بوده به طور مثال میتونید در قالب یه جمله که تو این درس با هم کار کردیم پلوس پرفکت و پره رو در قالب یک هابزاتس و نبنزات با هم دیگه بیان بکنید امیدوارم از دیدن این درس لذت برده باشین دوستان عزیز تا درس های آینده و ویدیوهای بعد از کانال دوشپزیش تی وی بدرود دوستان